دوم پدرام تاکس خوش اومدیم. با نیما احمدی هستیم مرسی که نیما جان هستی خب تو قسمت اول ازت پرسیدم که این همه سلیقه های متفاوت از چه میدونم خواننده که پاپ میخونه میری باش میزنی صرفا به عنوان موزیسین میری کلی هفته ها شاید تمرین میکنی تور میری برمیگردی گروه رویت من وایبز هستین که خودت و خواهرت و سیاوش که به قول معروف سه تا عضو اصل هستین خیلی از هنرمندام حالا میان اضافه میشن کم میشن بعضی موقع ها سیاوش هم نبوده حالا به دلایلی جا نبوده شرایطش نیازه بود چون درام میزنه دیگه درسته. بعضی ذره شاید تو بعضی جایی که محفل کوچیک‌تر باشه شاید خیلی اون آره. صدای بزرگ درام چون یه بار ازش پرسیدم گفتی بخاطر شاید دلیلشون اون آره. بود باشه و اینکه الان چند تا ترک از خودت سولو میدی بیرون فقط آدیوس دیگه درو یعنی فقط موسیقیه دیگه خوانندگی آره اینسترومنتال میخوام که این سلیقه ها از کجا میاد خودتی اون نیمایی که از خودت مطرح میکنید به عنوان موزیسینی چه جوریه ببین به هر حال به عنوان هر آرتیسی به نظرم تو زندگیش یه اِوولوشن یه تکاملی داره یعنی بستگی داره تو تو چه کشوری هست چه شهری هستی دور و چه آدمایی هستن خودت چه موزیکی داری گوش میدی هستن میگه من بچه تر که بودم همش متال و راک و اینا میزدم چون اونا رو گوش میدادم انگار مثلا همون غذایی که میخوری و همون هم در حقیقت رفتار میکنی درست میکنی آره آشبازیش میکنی می ولی خب با بچه ریدمن هم وایبز یه جورایی خب چون آه. درست حالا ملودی ها رو من مینویسم مدلی که اجرا میشه نهایتاً هر کسی یه اینپوتی روش داره میدونی یعنی برای همینه که یه صدایی میده که خب شاید مثلا 100 درصد من نباشم ولی خب مثلا 80 درصد هست چیزی که من دوست دارم پس آچار فرانسه شما نیت درسته بعدی <تصحیح> که آهنگار میسازم و ارنج میکنم <تصحیح> آره و حالا کار اینسترومنتال خودم بیشتر کار تجربی بود یعنی میخواستم همینجوری داشتم برای خودم میزدم بابا از ایران برام ستار رو برده بود چون من همیشه دوست داشتم بزنم مم. و یه دفعه شروع کردم برای خودم روی بیتی که ساخته بودم زدن دیدم مثلا خودم باهاش حال کردم بذار مثلا ریکورد کنم ریلیز کنم برام چی میشه گذاشتم رو سام کردم همینطور دیدم کلیک گرفت مدل گفتن چه باحال شده ای ول فلان بیسا گفتم اوکی پس مسکه باید ادامه بدم ولی ولی اون ا... به معروف سولو اینسترومنتال ترکه دیگه اپرووال پدر رو ریدم و وایبز اینا رو نمیخواد درسته اتفاقا کار اینسترومنتال پدرم خیلی نه که اپروو اپروف نمیکنه ولی خب سلیقش نه نیست چون که بیشتر الکترونیک میوزیکه یه ذره مدرن تره بالاخره هر موزی... موزیکی هم به نظرم آدینس خاص خودش داره دیگه تو به این چی میگی به همین کاری که گفتی اینسترومنتاله و خود تنهایی انجام میدی خودت اسمشو چی میذاری اسمی داره اسم ژانرشو آره. سبکشو آه... میتونم بگم همون آه... الکترونیک میوزیک متوا خب میتونی ورد میوزیک هم اسمشو بذاری چون ورد معمولا موزیکیه که همون یه ترکیبی از غرب و شرق که این هم دقیقاً شده مثلا اینو ببری به دیجه ها بدی که تو دیسکو اینا میذارن ها... والا رو خودشون ایر... شده... مسیج زدن آره یه سری دیجی بودن که رو رادیو جوانم اتفاقا یه ستی پادکستی درست کرد و پسر گفتش که آقا من یه ریمیکسی دارم واسه بهار دلنشین همش با ستار زدم اونو گفتش فایلش فایلشو بفرستم میخوام بدم تو ستم یا مثلا اخیراً شکار آهو رو دادم ریمیکسش رو درست کرده بودم اونم خب بچه ها میذارن تو ستشون امه. آره ولی اینکه حالا خودم بهشون داده باشم بعضی وقتا مثلا یه جایی هستیم من خودم بدونه که بگم منم میذارم ببینم مردم چه جوری میشه قیافه ها چه جوری میشه دوست دارن که بعد خدا تا الان راضی بودم راضی بودم و منم اصلا و, و جالب این کاری که دادید این کارای کاورش یا همون لوگویی که درست می درست می‌کنی آره. آره بابا پس چند خیلی پس هنرمندتر از اون چیزی خباربونه. هستی که سعیمون رو داریم می‌کنیم یعنی خیلی یعنی پس هر چی که تو اون اینسترومنتال میشنوی خود نیماه آره این آره. دیگه کسی دیگه ای نیست نه اون کار اینسترومنتال دیگه خودم و خودم دیگه م. ولی آره کدوم با کدوم سوال سخته با کدومی که از این سه تا موسیقی زدنه که اصلا به تو رپ نره فقط حرفه‌ای داری کار میکنی روی من وایبس که 80 درصد کار مال خودته با کاری که 100 درصد مال خودته و پدر هم اپروو نمیکنه <تصفيق> <تصفيق> چقدر اینا با کدومشون هست یعنی فکر می‌کنی که هی میری جلوتر هی اتفاقا بیشتر بیشتر میشه اتفاقای مشابه این <t expression> آره ببین خب نهایتاً هم سبک مثلا ریدمن من وایبز هم یه جورایی داره به سمت که ب... به سمت الکترونیک شدن پیش میره یعنی یه ذره داره مدرن تر میشه <تصفح> ارنجمنت هم چون خودم هم بالاخره سبک فکریم داره عوض میشه برای همین به این موزیک اینسترومنت هم الان الکترونیک موزیک بیشتر گوش میدی الان تو این آره, جمعانه. آره. آره. اونو که بیشتر گوش میدم منتها خب کارهایی که با سالا می نویسیم معمولا شراش هم مهم دیگه چون شعرهاش چیزیه که جفتمون باهاش ارتباط برقرار میکنیم و معمولا جوری که فکر داریم میکنیم اون لحظه از نظر احساسی ولی خب تو کاره خودم چون شعر خاصی نداره برای همین هیچ فکر نکردی که مثلا یه زمانی بخواد حالا چرا حتما حتما تو با با سارا داریم یه سری کارهای مشترک میکنیم مهم. چجوری مدیریت میکنیم؟ من هنوز یه جوری هنوز برام مجهوله چجوری این همه کسی که موزیک کل... یا اصلا کلا دیگه زندگی رو دیگه زندگی رو دیگه تو الان مثلا میگی من 9 تا 5 کار میکنم بعد تازه میام من اون داشتن اه... انرژی که مثلا حالا بری یا تمرین کنی یا 12 شب یا بشینی تو خونه تو استودیو بزنی یه کاری تولید بکنی یعنی الان تایم برات میمونه تا عصری که خب توی استودیو انیمیشن کار میکنم خب. و میگم اونم کاری که دوست دارم یعنی رفتم اینجا درسش رو خوندم و از بچگی هم چون پدر هم انیمات انیماتور بوده دوست دارم یعنی اونم باز نمیدونم به کاریه که مثلا وقتم داره هدر میشه اونو که دوست دارم بعدش که میام بیرون ببین من وقتی میرسم خونه اگه مثلا دو روز پای سر هم واقعا بیکار باشم یه احساس پوچی بهم دست میده یعنی به قول معروف ببخش اینجور میگم کرم از خودم <applause> دوست دارم که یه جوری یه کاری بکنم که همیشه یه چیزی یه هدفی آره. به دنبالش برید. آره مثلا شده بعضی روزا اومدم خونه گفتم آقا امروز اصلا من میخوام هیچ کاری نکنم فقط مثلا یه لیوان شراب بریزم بشینم چونم فیلم ببینم مم. Playstation بازی کار اینجوری شده ولی خب مثلا اگه این قضیه بشه دو روز سه روز پیش یه دفعه خودم یه احساس بدی بهم دست میده برای همین خودم کار میتراشم برای خودم آقا مثلا بشینم حالا روی پروژه جدید کار کنم حالا اگه تو ده شب دوازده شبم رفت دیگه مسئله ای نیست چون یه حس خوبی بهت میده وقتی میاد اون کار ریلیس میشه مردم هم باشه تو میکنن همون یه موتوری میشه برای تو که مم. پوشت میکنی و میبرت به سمت پروژه بعد ببینم این پروژه مثلا بگو الان یه پروژه در دست تولید داری اه... حالا ما هم داری روش کار میکنی خب انقدر دیگه انگار شنیدی آره. که دیگه به قول معرف یه خسته کننده میشه و عادت میشه دیگه ای جوره... اه... تا اینکه بره حالا اگه قرار قرار اجرا بشه که ب... بعد بره اجرا بشه یا اینکه حالا اگه قرار پخش بشه که پخش میشه چقدر بعد از اون که این کار حالا پخش میشه یا آماده میشه چقدر یه... یعنی ول میکنیم یا که تموم شد پروژه بعدی یعنی منظورم که اه... تو الان مثلا آهنگ قبلی تام هنوز گوش میدی یا نه آره آره صد در وقتی کاری داری میسازید اه... واقعا به قول خودت که گفتید بعضی مواقع اصلا گوشت نمیشنه نمیتونه پروسه کنه که آقا مثلا این الان صدای خوبی میده یا صدای بدی میده مثلا وقتی که داری اول کلونی رو بوم میکنی دیگه دماغ تشخیص نمیده کدومش خوبه بعد بری مثلا یه مدت ولش کنی برگردی دوباره با گوش تازه مم. گوش بدی مثلا بعد میفهمی که مثلا اینجاش میتونست بهتر بشه ولی اینکه آره تکراری بشه و هر حال آره تو معمولا میگم مغز آدم هر آهنگی گوش میده هر دفعه که گوش میدی تو یه چیز جدید توش پیدا میکنی برای همین برات جذابه وقتی انقدر گوش بدی که چیز جدیدی دیگه مغزت و پیدا نکنه اون موقع برات آهنگ تکراری میشه مگر اینکه دوباره بری به قول خود یه مدت گوش نکنی برگردی مهم. اون موقع دوباره برات لذت بخش میشه پس یعنی هنوز آهنگایی که ساختی رو آره صد درصد گوش میدی آره و شاید نه مثل منی که شاید یه آهنگی در بیاد انقدر گوش بدم که دیگه به قول معروف دیگه معمولا همین کارو میکنم انقدر گوش میدم تا بالاخره دیگه حالا بعد بعد ولش میکنم ولش میکنم دوباره برمیگردم دیگه هر چند وقت بار گوش میدم پس این به قول معروف پروسه که میشه پروسه خیلی طولانیه نه آره آره 100 درصد همینطوره یعنی مثل واقعا دیزاین کردن یه پوستر فکر کن تو یه تایتل رو هی میاری پایین هی میاری چپ میاری بالا ام. تا ببینی بالاخره کدومش قشنگ میشه ام. نمیدونی چرا ولی میدونی که اینجا باشه قشنگه مغضت مغزت معمولا اینو بهت میگه که چی ببینم نیما این کاری که الان درست میکنی چه این که اینسترومنتال چه این که برای ریدم وایب درست میکنی چند نفر گوش میدن قبل از اینکه کار پخشه ببین مثلا خب من یه سری بچه ها هستن که میدونم از نظر موسیقی موسیقیایی موسیقی مثلا وارد یه سری به اونا نشون میدم مثلا حدود سه چهار نفر آدم اه. و به سه چهار نفر دوستان نزدیکم هم میدم که میدونم که موزیسین نیستن ولی گوش خوبی دارن و یا مثلا مردم عادی یعنی با گوش عادی چون مثلا زنگ نمیزنه مثلا عمد مثلا میگه عمه جون مثلا یه یا آهنگ <applause> مثلا برات بذارم مثلا بزنیم پلی بگی نظرشو بشنوه یعنی آدمی که اصلا هیچ شاید چیزی نداشته باشه معمولا چرا شده مثلا قبل که ریلیس بشه آه. براشون پخش کنم ولی اونجور نبوده از نظر کارشناسی بخوام فقط م. گفتم مثلا ما یه همچین چیز داریم چون معمولا اونا هم نظرشون که میدن معمولا رو حس چیز دیگه یعنی نمیتونن خیلی مستقیم بهت بگن چون انقدر دوست دارن اصلا اونم خوب میشنون میدونی خیلی نظر بی ای نیست ولی خب ببینم سر کارت که الان میگی کار گرافیک میکنی درست کار گرافیک گفتی میکنی آره. اونا میشناسنت به عنوان موزیسین آره برای اینکه من بعد هر چند وقتی بار از کار آف بگیرم برم این تورا دیگه <applause> نه ولی خب اون تیم اون <applause> آره تیم اون تیمی تیم که باشون با کار میکنی میشه مثلا خب یه کمپانی بزرگ باشه خب شاید خیلی نشناسن نه آره به کمپانی یعنی بشناسن که مثلا من یه آره مثلا کنن نیما احمدیه خب شاید کرده باشن این نه ولی رو من رو اکثرا همکاران رو فیسبوک دارم بیان نمیش لایک میکنن اکثر اون تیمی هم که دو جزن یکی هن یکیشون درامره یکیشون اصلا با خودمون ساز میزنه شاید دیده باشید تو اجرامون تام که با اون گیتار میزنه و اصلا بقل دست من میشنه سر چون معمولا آرتیست تو هر کاری که اصلا معمولا چند تا چیز رو میرن یعنی مثلا هم موزیک میزنن مثلا ممکنه نقاشی کنن چند کلاه میسرد آره ممکنه شعر بگن یعنی اینجوریه ولی خب آره میدونن شوامون اومدن بعضیشون پس پس ب... پس قاعدتا بیشتر از اون چیزی که یعنی توی قول معروف وقتی که سر کار میری میدونن که اگه یه روز مثلا خسته میدونم مثلا از دوازه <تصفح> یک صبح مثلا آره. تو استودیو بودی آره برای من همینجا 6 7 سال هستم سر این کارم برای همین مثلا خونه بودن هم, هم. همه میدونیم دقیقاً چه چالش هایی داریم تو زندگیمون چند وقت تو سی بی سی اتفاقا پلی کردیم آره دیدم آره به خاطر همین بچه هایی که متاسفانه از دست دادیمشون تجربه چطور بود؟ اه. یه ذره از اون تجربه بگو چطوره؟ فرق داره؟ ببین خب من خیلی دوست داشتم برای یه مراسم بهتری بود خب این اتفاق میافتا مسلما برای من و سارا جفتمون سخت بود هشت باقا. صبح هم بود درست میگن؟ صبح آره هفت و بیست دقیقه ما اولین آهنگ ما زدیم سوال من اینه که ده دقیقه, به هفت اونجا باشین خب من سوال من که کسی که هفت مثلا هفت سو اصلا سازه م... <تصلا> چجوری <خلا> سخت <مثلاً>... <Renaissance> <خلی> سخ بود خیلی سخت بود سازه گرم شده خودت گرم هستی این قضیه این بود که من میدونستم از نظر اجرایی شاید بهترین اون نباشه ولی واقعا احساسی ترین اون بود چون واقعا <تص> مهمم نبود که مثلا من الان برم یه جوری صدا بدم که تو استودیو صدا میدم مم. بیشتر اون حسمو میخواستم میخواستیم منتقل کنیم که هر کی هم شنید گفتش که واقعا من از ته دل بود خیلی ما حستون رو گرفتیم گفت الان, الان پا هستش جای میشه اینو گوش آره رو سایت سی بی سی هستش ولی خودش فقط دانلود نکردی به من مثلا بذار رو اون نه نه نه, اون ساونت آم ساونت آم دا اون نه من احساس کردم که نه نه احساس کردم خیلی خودمون حالا مطرح هم نمیخواستم بکنم از این نظر میدونید چی میگم مثلا چون یه چیزی بود که ما واقعا میخواستیم تقدیم کنیم به این بچه ها خب جزوی، جزوی ولی خب جزی از آره. دیگه آره از بیا عکس گذاشتیم که در حد اینکه ما اونجا اجرا داشتیم ولی آره اون فایلش هست باحال هم شده چون دوست دارم دوست دارم بشنم. آره صبح اول صبح بود و ما هم رفتیم و سا... حالا میگن صدا گرم کنه با چایی و اینا ساز کلی کافی آره تو که ساز نه بعد ساز یعنی اون ساز تو گرم کنه هفته سو ببین حالا آره ما که هفت و 20 دقیقه زدیم بعدیش رفت 8 و 20 دقیقه همون آره دیگه آره اون بینا بین نشه زره نشستم اون بک استیج حالا اون گرین رومی که داشتم من از خودم گرم کردم ولی بازم سخت بود انصافا ولی خب صبح خوبه چون یه ذره هنوز گرفته یه ذره دیپ تره میخونی آدم صبحی هستی ای نه بیشتر آدم همون دیگه دارم شبم کسی بیشتر. آره, آره. میره روی صحنه اجرا میکنه دیگه کم کم میگه دوازده تمام میشه یعنی تو دیگه سخت بود بعد ببینم آره. من چون مثلا میخوام اینو بفهمم الان من میرم ورزش میکنم میام بیرون یه انرژی کاذبی در هست آره. من نمیتونم بخوابم مثلا یک ساعت <applause> یک ساعت و نیم مثلا بیدارم اصلا میگن استیج راش همون این راشی که تو میگیری چقدر میکشه که الان عادت کردی مثلا میتونی مثلا سری ترن آفش بکنی بگیری بخوابی یا هنوز بیداره نه هنوز بیدار نه خیلی, خیلی نه واقعا مثلا چون ولی یه دفعه ای مثلا تا یه مدتی بعد از اینکه از استیج میای پایین ادرنالین خونه تا وقتی بالاست تو هم اوکی بعد ولی بدنت معلوم خسته است ولی خب درک نمی چون گرمه به قول آره ولی اون گرما که میره یه دفعه کرش میکنی بدنت یه دفعه احساس می‌کنه مثلا یه دو ماراتون رو رفتی چون مثلا حالا شو ما مثلا هشت شب شروع میشه تا مثلا ده شب ولی ما مثلا سه بعد از ظهر اونجا اینو آره ساوند بکنی معمولا هم خونه نمیریم بینش دیگه هم اونجا مثلا یه کوچی پیدا کن، اونجا ولو میشیم هم. ولی آره خیلی برنامه رفتی یا یعنی میگم حالا حالا <تصفح> بماند برنامه‌ای که به اون نمازنده داد خاصه ولی برنامه خود رید من وایبس خیلی برنامه بوده نه سالی حداقل دو بار بوده بیشتر آره معمولا های مختلف و شوهای چرا تی وی شوهای مختلف بوده و حالا یه سریش هم هست که ما تبلیغشون نکردیم ولی خب اونجاها زدیم و مثل همین مثلا برای همین برنامه اخیری که برای بچه های سقوط هواپیما بود مثلا ما دو سه جا برنامه اجرا کردیم که جایی هم تغییر تعداد نمی کنید نه خیلی مهم. نه نه که افتخار اتفاقا خیلی افتخار کردیم زدیم متا احساس کردم بیشتر این برنامه در مورد اون بچه هاست تا بخوام حالا مثلا راجع به خودم هی بخوام بگم مهم. که اونجا زدیم یعنی حالا شایدم اشتباه فکر کنم ولی به این دلیل ولی آره اجرا زیاد گذاشتیم آره چون داری لیستاشو یعنی کتابچه ای داری اصلا کجا رفتی والا ننوشتم ولی خب عکساش همش رو اینستاگرام اک... اینستاگرام آدم واقعا شده الان مثل یه آلبوم عکسی که ما بچه بودیم داشتیم یعنی میری پایین میبینی که اه من چقدر جای مختلف دارم گالری های مختلف شما میوزیک نایت های مختلف ام. چون من چون من مثلا من, من اگه... مثلا یه جای سفر برم دوست دارم اون باشه دیگه تاریخ آره، طار تا... نه نه کار عکس یه تایم استمپی باشه بدونم بالاخره این چندین سال عمرم رو کجاها رفتم چیکارا آره؟ کردم آره نه بسیار چون که زیاد میری فقط صرفا اینکه نمیری که کلی هم تور با خواننده دیگه میری دیگه آره؟ یعنی تعداد جاهایی که رفتی خیلی زیاده آره آره دیگه بعد از یه مدت دیگه تعدادش از دست در میره ولی خب یه سری آدم های جدید میشناسی خاطرهای باحال پیدا میکنی میگم خب من این سری آدمایی میشناسم که دوستام شدن ولی خب قبلا همه غریبه بودیم و هیچ کس هم نمیشناخت ولی آره اونا خیلی جذابه برای من آره. رفت آمده حس رقابت وجود داره بین موزیسین ها یا یعنی بیشتر دوستیه من که حداقل با کسی رقابتی ندارم تو این قضیه ولی به نظرم خوبه که اتفاقا تو این جامعه خارج از ایران همه پشت هم باشن از نظر کاری و هنری چون کلی سلیقه ها و سبک های مختلف هست حالا دلیل نمیدونم مثلا آدم بخواد با کسی رقابت کنه نه نه منظورم رقابت از نظر ساز زدن است ها آره نه مثلا میگم مثلا یه کسی رو مثلا ببینی حالا نمیدونم مثلا من گیتاریست دیگه ای رو تو شهر بابک امینی خب اون که آخر آره. اصلا اون که اصلا فلامینگو آره. میزنه اون که اصلا آره. سرکش خیلی اون یعنی ب... ب... خودش تولید میکنه میخوام ببینم آخرین باری که بابک امینی تنهایی تولید کرده رو به یاد ندارم یعنی یا زیر مجموعه فرامز اصلانی کار کرده یا برای رن و منصور کار کرده یا بابک پرودوس میکنه پرودوسر در ولی با عنوان تک نوازندگی من ندیدمش نه خیلی نه میزنه البته یه سری کار به اینسترومنتال داره بابک ولی خب بیشتر آره بیشتر یعنی نن... زیر اون مجموعه اه... آره. پرزنتبل تره دقیقا. ولی خب خیلی گیتار پلیر آره اون که اصلا چیزه دوست خوبم هست ولی ولی کسای دیگه اصلا نداریم داریم گیتاریست. خودت میشناسی کسای دیگه ای خیلی هم به من میگم میگم آقا مثلا خودت نمیتونی برنامه بیاری کسو سراغ داری میگم شرمنده من ایرانی نه ولی خب خارجی که اینجا یه میوزیک استور میری یه دفعه میری بچه کوچیکه مثلا نشسته داره گیتار رو میخوره رنده میکنه برای گذاری کنم من چی فکر میکنم اون چی, <تصفيق> <تصفيق> اون چی, اون چی فکر میکنه ولی کلا ما نداریم گیتاریست ثابت میگم بخدا این شاید یک دلایلی که من نیما رو انقدر موفق نداریم داریم من, نم... من, من من نمیشناسم به کسی رو بر نخوره ولی من نمیشناسم نه میگم گیتاریستی که حرفه ای کارش گیتار گیتار زدن باشه کیبوردیس میشناسم درامر میشناسم چه میدونم پرکشنست میشناسم ولی گیتاریست من نمیشناسم آره من خودم میگم من متاسفانه کسی رو ندیدم نه اینکه نباشه حتما هستم بچه ولی ولی خب انقدر با این اکیپ هایی که مثلا کار کردم خب همیشه من بودم با ام. مثلا یه عده دیگه ام. که حالا سازه دیگه میزدم می برای همین خب منم هم آشناییت ندارم ولی تدریس هم دوست داری بکنی نیما مثلا کسی اومده بگه نیما مثلا گیتار یادم زیاد اتفاق افتاده منتها هیچ اخ... وقت نمیدونم چیز مورد علاقه هم نبوده تدریس کردن حقیقتش حوصله حسلش که... رو ندارید آره بعضیش هم خب بچه هم یه ذره بعضی وقتا اونا هم حسلش رو انگار ندارن من مزرور بچه کوچیکه حالا <متحدث> از بازی گوشی ها. ها. نه اتفاقا بزرگا <تصفح> بچه ها هم بزرگا بیزی یعنی به خاطر ز... سبک زندگیشون خب ولی یه کسی که مثلا بیاد بهت میگه نیما من میخوام مثلا یاد بگیرم خب دیگه اون کامیتمنت گذاشته دیگه نه آم... آره مثلا ده جلسه اول <متحدث> بعد آمد. از اون چون واقعا ببین بعضی هستن خودشون نمیدن ولی گیتار رو دوست دارن ولی گیتار زدن فرق میکنه <متحدث> چون یه واقعا یه تایمی رو بعد بذاری و دستت بعد یه حالتی باشه که تا حالا تو زندگی نبوده یعنی یه جوری میگیره مثل یه فیزیوتراپی میمونه مثل کسی که تا حالا سوشی رو بدون چاپسیک خورده باشه وقت مداد بگیر دسته برای همین اونو بعد خب اون فازش رو رد کنی بعد برات خیلی چسب تر میشه بسیار هم بعد خب الان میگم فقط صرفا کار موسیقی نه کار ویدیویی هم ازتون زیاد اومده بیرون آره آره هم کار به قول معروف کارهایی که توی استودیو تلویزیونی ضبط شده که معروف مطمئنا دیدن دوستان و خیلی از کارا اون موزیک ویدیو اومده بیرون دیگه یعنی روش چقدر آدم جلو دوربین هستی هستی اصلا نه من معمولا آدم پشت دوربینم اصلا سر کارم که هستم پست پروداکشن معمولا فیلم میارم موقع شد ولی آره جلو دوربین به مور زمان تمرینه یعنی واقعا تو یه تیکیو که میگیری مثلا تازه تیک پنجم شیشم خوب میشه مم. چون که خودت با دوربین راحت تر شدی بعدش هم موزیسین ها آدم از این نظر که توی خفا مثلا پایین استیج یه کرکتر دیگه یا روی استیج ممکنه یه جور دیگه باشن تو اینطوری هستی؟ اه... میخوام نظر خود رو اه... من چون نظر من خودم دارم مثلا متفاوت نیستم ولی اه... بر حال الان راحت تر شدم قبلا من یه ذره من رزرفتر بودی آره از نظر اینکه خب میخواستم همه چی خوب پیش بره <applause> نه که از جمعیت بهتر معمولا مثلا آقا خب نه موجود مجزد، خراب نشه اینجا آره، نشه فلان نشه اون 99 درصد امت... 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 یعنی هاش یا این که اون یه درصد اشتباه نشه آره، دیگه آره دقیقاً چون وقتی لایو میری دیگه هر چیزی ممکنه اتفاق بعد باید بدون چه جوری هم جمعش کنی آه. اگر یه موقع چیزی شد برای همین بعضی وقتا من میفهمم چه خبر شد ولی مثلا شاید بقیه, بقیه نفهمن بقیه <تصح> نفهمن <تصح> اوکی میکنی مثلا بقیه هم که دارن با ساز میزنن اونا میفهمن بالاخره آره چون اونا میدونن آهنگ اصلی چیه اگه یه چیزی آف باشه یعنی مثلا <تصفح> <تصفح> پس بعد نگاه و مثلا از این اوکی گرفته پس از این دفعه کنسرت میام بعد ببینم که افتضاحی اتفاق نیفتاده حالا ولی مثلا ممکن یکی یه جایی رو بیشتر زده مثلا یعنی بعد نگاه کنیم کمتر نگاه کنیم ببینیم چه طرف چه علامتی به نیما میدن که ولی خب اونا ما اونا ما سعی میکنیم کسی نبینه واقعا مثلا من یه اگه خراب بشه هیچ وقت بر نمیگردم کسی رو نگاه کنم بگم آقا مثلا چیکار داری مگه اینکه من داره طرف خیلی آف ولی خب خدا شکر نشده من ما با, با بچه هم کار میکنیم که همشون حرفه ای ان رو خوب می بسیار هم آره. م... <مزر> میگم با خیلی کار کردی نیما میگم یعنی مثلا خودت فکر میکنی <مزر> <مزر> یعنی وقتی نگاه میکنی خود این خیلی که من میگم رو میتونی حسش بکنی <مزر> ببین من خیلی که میگی حالا میگم به قول نمیشونم هیچ وقت مثلا بنویسم ولی خودت درونن حس میکنی که به یه بلوغی رسیدی یعنی راحت تری رو استیجا مثلا همین که بهت میگم اگه جای اشتباه شد چجوری جمعش کنی یا با آدم مختلف چجوری کار کنی کجا بزنی کجا نزنی امه. اصلا کلا یعنی کجا مثلا قشنگتری که با اینکه روی استیجی مثلا یه لحظه ساز نزنی یه لحظه بزنی اینا چیزی که بهت یاد میده این اجراهای مختلف با تمرین زیاد و, و اجرای زیاد و آدم های مختلف سلیقه های مختلف اینا رو همه رو بهت یاد میده و ولی آره دیگه به قول خودت بعد از یه تکرار زیاده که تعداد ضعفایی که میزنی می تجربه پیدا میکنه که به قول معروف دیگه مثل آتو پایلت میشه دیگه میزنی آره میگم من شخصا تفاوتی بین نیمایی که روی استیج هست و پایین هست رو نمیبینم جدی الانی که نشستم جواب میبینم تنها چیزی که میتونم اضافه کنم به اون نیمایی روی استیج نیمایی که حرفه‌ایه سوپر حرفه‌ایه یعنی من من میگم ندیدم مثلا اون حس و اون حس حرفه‌ای گریه رو من دوست دارم اینکه تو مرسی. یه مسئولیتی رو میگیری چه برای بند خودتون باشه چه برای بند دیگران و به نفع احسن انجام میدی و تحویل میدی به شنونده درمت گرم من آره من خودم یکی از حالا اخلاقا میدم که وقتی یکی به می مسئولیتی میده خیلی استرس میگیرم که حتما این درست انجام میدم آره سر سرکار <laughs> سر کار اذیت نمیشی ببین سر کار خب چون چرا اونم, اونم باید کاری تحویل بده دیگه چرا چون مسئول تیمی هم که تو دپارتمانیم <laughs> بعد وقتی میدونم یکی داره مثلا کم کار تنبلی میکنه خیلی رو اعصاب من میره و برای اینکه مثلا قبل از اینکه بریم اونو ریویو کنیم خودم مجبورم برم یه کارهایی رو انجام بدم که کار اون در حقیقت یعنی یعنی چی میگن لک گیریاشو تو آره آره دقیقا چون به قول تو پرفیکشنیست هم احتمالا فکر نکردم به این قضیه ولی علائمش هست <applause> بسیار مالی نه خیلی میگم من من وقتی که نیما رو میگم فکر میکنم یکی از موفق ترین موزیسین هایی که من باج روبرو شدم دمتیار. حالا بماند حالا به کسی بر نخوره ولی کلا حرفه ایگری حالا تو میگی پرفکشنیسم من میگم حرفه ایگری این که آدم یاد بگیره که کجا چه کاریو تحویل بده به کی تحویل بده چه جوری تحویل بده و تو هر اشلی من تو رو میتونم خیلی راحت ببینم شده. برای سوال آخرم کار جدید که همیشه تو راه هست پروژه های جدید که همیشه تو راه هست بله. چیزی هستش که الان خیلی مشتاقی که پخش بشه و آماده است یعنی کاری هستش که یه کاری پخش شده که الان شاید خیلی ها نشینه باشن آم... خب اون کار آخری که دادم واقعا دوست داشتم دو همین ریمیکس شکار آهو که با اصل عکس آهو هم داره روش یه آره، آره. قرمز داره ولی یه کاری هم دارم روش کار میکنم که شعرش یکی از بچه ها گفته پویانه نم فامله شدم نمیاد که یکی از بچه ها پستش رو فرستاد که آقا یه شعر گذاشته در مورد همین اتفاقات اخیر ایران م -م. به اسم نانکار آزادی و اونو من دارم رو ملودیش کار میکنم که به زودی ریلیز کنم چیارم ولی پس منتظر کار جدید باشه. آقا خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی. در نکنه که اومدی. مرسی, مرسی, از تو.